به آهن سراسر بپوشید تن، بدان تا نداند کسش زنج و من. به چنگ اندرون شست یازی کمند، برآمد بر بام کاخ بلند. بدید آن سیه نرگس شهرناز، پر از جادویی با فریدون براز. دو رخسار روز و دو زلفش چو شب، گشاده به نفرین ضحاک لب. به مغز اندرش آتش رشک خاست، به ایوان کمند اندر افکند راست. نه از تخت یاد و نه جان ارجمند، فرود آمد از بام کاخ بلند. به دست اندرش آبگون دشنه بود، به خون پری چهرگان تشنه بود. درود بیکران بر شما عزیزان. داستان ضحاک و کاوه آهنگر رو، قیام کاوه آهنگر رو بسیار شنیدیم که با جمع‌آوری نیروهای مردمی آنجا که آن چرم آهنگران رو درفش میکنه و به کوی و برزن و بازار میزنه و مردمان رو گرد خودش جمع میکنه و فریاد برمیآورد که ای نامداران یزدان پرست، کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. ما این داستان‌ها رو بارها و بارها شنیدیم و این داستان همچنان ادامه داره، اما کمتر شده که در رابطه با مادری سخن گفته بشه که فریدون رو به بالندگی میرسونه. مادری که تمام هم و غمش این هست که این امید ایران رو بتونه حفظ بکنه از گزند ضحاک و ضحاکیان تا او روزی گرز گاوسر به دست بگیره و رهبر مردمان بشه و بره که طلسم ضحاک رو در هم بشکنه. کیست این مادر؟ فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آگنده بود. فرانک داغ دل و خسته از روزگار، دوان و سراسیمه رفت به سوی مرغزار. فرانک نقش بسیار مهمی داره در دگرگونی های اجتماعی آن زمان، نقش بسیار مهمی داره از اینکه خودش رو، زندگیش رو و جوانیش رو وقف این میکنه که فریدون رو محافظت بکنه تا فریدون به بالندگی برسه. فریدون چو گیتی بران گونه دید، جهان پیش ضحاک وارون دید. سوی مادر آمد کمر برمیان، به سر برنهاده کلاه کیان. که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد ایچ کار. فرانک هم برای وطن مادره، هم برای فریدون، هم جوانانی مثل فریدون. فرانک برای تحقق آرمانهای مملکتش از هیچ کوشش و مبارزه‌ای دریغ نمی‌کنه و با محافظت و به بالندگی رسوندن فریدون سرنوشت ایران رو تغییر میده. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.